بیام من از تاسو که به ما اجازه دی کمره شما صحبت داشته باشیم، اگر بر ما بگی چرا این کریر میگه شورا به خاطر چی؟ ژوند د سور ز مشکلې کوچلې تقریبا د شهر 14 کیلومتره کې پروت کلی ده. دا چې بارانو نو سې زمو د کلی شاوخوا یعنی جنوب شمال او براج شاد د غروب ته استعمال میګنا د غروب چراس بلند تل کلی دی لکه کشته غوند شي نه په دا خاطر ته شورا وای شورا کلی بعد و دغنور شروع خود سرمایه در خلق دی نه ده دا خو بیا که چلوش کرده ده یا مثال ده دغه برکه دست ده واگیش کرده از ما 15 تخپل مجاهدی یا مجاهد خونه یم ولی زه چې کوم په ظاهري کې لکه مجاهد معلومیږي دا رقم د ریش سنت برابر لنګی دی هر څو یاد دلته باندې دلته ټول خلق مجاهد نه دی دا غیر کوم خدای خو اگر یک جوان بخواهد در اینجا ازدواج کنه چقدر از او مهریه میگیری؟ چقدر پیشکش میگیری؟ پیشکش میگیرم ها؟ نو نه پامیدم په خبره که یو ځوان غاری دلته کازده وکي کواده وکي کازده وکي څومره پیسې د ځوان څخه واخلې یو څومره بلوار وخت بس بس ته شپږ لکه پنځه لکه افغاني یا اته لکه افغاني دغسې امروز آمدیم در قریه شوراب تا یک گزارش ویژه از این قریه بگیریم. دوستان عزیز سلام، وقتتان بخیر، امیدوارم که دارای صحت کامل باشین. بالاخره تمام قریه های ولایت فرا را که ما خلاص کرده بودیم، لیست را یک بار دیگه هم چک کردیم بیا کدام قریه نمانده باشه و دیدیم فهمیدیم قریه شوراب مانده و قریه سنگزور. امروز آمدیم تا یک گزارش ویژه ای از قریه شوراب بگیریم که چرا این قریه شوراب میگه. قسمی که شما بینی واقعا یک منظرگاه که خوبی هم هست، اینجا برنامه خود خاصی می شروع کنیم. میریم فعلا هم در داخل وسط قریه هستیم، کدام کس تا فعلا ندیدیم. میریم با باشندگان اگر پیداشان کردیم مصاحبه میکنیم، چه کاروبار میکنه، چه مصرفیت، چطور فرهنگ داره، چرا این قریه شوراب میگه، آیا اگر مفهوم شما بگیریم آب این قریه شور است یا خیر. با من باشید و امیدوارم که از گزارش لذت بریم و یک چیز هم باید بگم، تمام مردم این قریه پشتو میگن و من که هستم تو مختص فرسی هستم، ببینم که چطور برنامه سب خواست شد. امیدوارم که لذت ببرید و انشالله برنامه هفته بعدی هم خواهیم رفت به ولسوالی جوین. انشالله برنامه داریم، هدف داریم، یعنی باید به ولسوالی جوین بریم. هدف بعدی ما ولسوالی جوین است، انشالله کوشش خودم میکنیم. و یک تشکری خاص میکنم از تک تک شما دوستان نهایت عزیز، امیدوارم که این حمایت های شما همیشگی باشه، با ما هم همیشگی در گردش باشیم تا باشد که بهترین برنامه ها را خدمت شما دوستان نهایت عزیز با توانایی که داریم ارائه کنیم. بیا که با هم بریم و زیادتر از این دیگه طولانی ترش نکنیم. دوستان عزیز، قسمی که شما با تصویر میبینید ماشاءالله صرف کشیدن که با رئیس و دوستان صحبت کنیم و فقط یک مشکل کوچک دارم، این است که پشتو زیاد خوب نمیفهمم. باز هم سعی میکنم که من فارسی بگم و رئیس با پشتو صحبت کنم.
حجی صاحب تشکر از شما که به مصاحبه ام راه ما حاضر شدی. اگر ولی یک معرفی کوتاه داشته باشی نام زیبایش. یک معرفی اگر داشته باشی دوستا یک معرفی بکنی اول. خودی خود خود معرفی کو نام خود. شما چی هستن؟ ما نام علاودین ده گل محمد زوی ما بس نو در شوراب دکلی در شوراب دکلی درست است دیر شاه حجی صاحب. حجی صاحب ولی دکلی وای شوراب ولی شوراب و با دیر وی پخوا وست نستا وست نستا بخی پر مخ نستا در دو کالا در اولا نده باید دیگه دوستان نگه او وقت آب جاد بیده ما دست آب ازیاد و آزار می شدیم می آمد خانه ما را می برد آه می گفتیم کاش که آب اقلا زیاد نباشه برای فیلن امو آب نیست باز می گیم کاش که آب امو آب پس بیای که ما به آب نیاز داره نیم این با شکلات هست دیگه یوسف وظیفه خود شما چیه؟ چی کاربار کردین در جوانی فیلن چی کاربار میکنید؟ جوانی هم زمینداری میکردم دکانی میکردم برای فیلن امو شغل هست امو شغل فیلن هم داری امو شغل دست امو دکانی و زراعت هست دیگه زراعت هست برای فیلن ها دیگه اشپینزر شده دیگه باز نشسته شده کار نخواهد اونو حالا نمیتونم چی کار بکنم خب بس بچه اخ کار میکنه بچه ها دیگه ستسر همکاری که ای بست ستسر است بله بله و دقیقه دیر شد ایبرانه رسر زایی جسیب امی فرهنگ شما خیلی خوش دارم خیلی هم خوب است امی استعال شما را که من میبینم تمام جوان ها شما هر کسی که من دیدم من فکر کردم تمام ای کریه همگی مجاید است ایت یک استعال خوب داشت ایت یک امریشش بسند برابر بود لنگی بسر بود خیلی خوب بود نه جسیب امی فرهنگ خودک بر ما بگی شما اگر یک جوان بخواهد در اینجا ازدواج کنه چقدر از اون مهریه میگیری؟ چقدر پیشکش میگیری؟ پیشکش میگیرم ها؟ نه نپمیدم پای خود که یو زمان غاری دلتا کازده وکی که وعده وکی کازده وکی سمره پیسه از زمان سخه وقلی یا سمره بلوار وقت باش باش تا شپاش لکه پینزه لکه افغانی یا تلک افغانی داشت بس تلک افغانی ده؟ و سین گران نده دلتا؟ گران نده بعضی خلقو لگران بعضی بیا پا سالور لکم دی درینیم لکم دی بعضی ده پا نزدار ایسا بعضی خلق اتا لک ورکی ده شده کنه ده تلک افغانی که یو زوان خون ندهشتن خود اقا تلک ازوان بدبخت چو کال زغلی پایین چو تلک افغانی چو پیدا کیشه بیا که سرمایه و لرین و بیا یس ندی ورتانو او که سرمایه لری که خدا و که سر لکه وقلا او اقا پروانه لری که غریب وسی بیا غریب بیا نکی نو غریب بیا نکی داشی اقا بیا با دری لکه یا چلور لکه داشی دا غریب لری بیا داشی بیا داشی کیشه درست پدا دا سرک پا غالی که آلتی پا ولک روپوی دا دوی برزی مختی کلی دا ولک افغانی زینی غالی شا دا ولک خوش دی کتر دی پستلا وطنی خود خشما خوش دا نو چی باش بای پا دو غنده در کم که غالی که غالی منظور دا غدا جساب که افلک افغانی همون برش جیزم میده و سوال خانه را میده یا نه؟ و سوال خانه میده یا سلک دو لک با خانه مصرف میده خیلی درست هست دیگه مصرف که 8 لک هم باشه 4 لک برش مصرف میکنه 4 لک با خود نگه میکنه خیلی خوب است حاجی صاحب وقت شما نمیگیرم فکر کنم یکان طرف وقت نماز میتونه طرف میره فکر کنم با شما بریم مسجد بریم اگر کم پشتن لری کم غشتن لری بفرمو کابر است خدمت کیدی با خیر باشه والا مجنون شما سلامت باشی حاجی صاحب منن است اصلا بلا وقت ننیست سلامت باشی بله دوستان عزیز حاجی صاحب رفت گفت میرم مجله دارم بخیر باشی حاجی صاحب تشکر از شما در کریه آمدیم که تمامشان پشتو میگه الحمدلله الحمدلله پشتو میگه کم خوب شده که بتونم افهام تفهیم بکنم و انشالله کوشش میکنم خوب پشتو خود خیلی عالی کنم بخاطر اینکه کریه ها و سولی های مانده که تمام مردمش پشتو میگه اصلا هیچ فارسی نمیفهمه این برای من فرض است نه برای من بلکه برای تمام مردم افغانستان فرض است که دو زبان را هم یاد داشته باشیم فارسی و پشتو و جوان را هم شما میبینید ما سر دقیقه جوان بست در مکتب سخرا غلطه ترست یا ترست یا دکه خیر است کمی که دوستان میشرم نه جوان ها میشرم ولی من خود زیاد دوست دارم همراه کودک ها صحبتی داشته باشم ولی متاسفانه میبینی که از من میترسم یا از من میشرمم خب میرید داخل کریه بعد شاد خواه رو میبینیم اگر شد دوباره بر میگردیم اگر نشد هم برنامه را خاتمه میدهیم Thank you.
خوب دوستان عزیز، قسمی قبل هم گفتم در اینجا تمام مردمش پشتو میگه و ما که از اون فرسی میگم برنامه و فرسی، یعنی پشتو زیاد نمیتونیم خوب صحبت کنیم، تا که خوب یاد نگرفتیم خوب هم نیست صحبت کنیم که شما خراب نشود. و یکی از برادرها در کرانه مسعود است، میخواهم معلوماتی کافی را در مورد این کاری برای ما الهی کنه. جان سلام، امید که در حال صحت کامل باشین. من فارسی میگم، شما به هر زبانی که راحت هستین بگو، مشکل نیست. اول اگه خود رو معرفی کنین، نام زیباش. زگانم محمد صادق نورسید، برای ولایت مرکز دشورا دکلی و سیدون که. تشکر از شما که به مصاحبه همراه ما حاضر شدید. اگر بگید وظیفه شما چیه، چه مسئولیت دارین شما؟ من نژوندی و سیزه خپل په مالی ټولګی کې شون که یم د ماپشن د خامزم پانتون ته دلته پانتون کې درس ورکوم او سر دو خدلت ما شما تزده کرد. ماشاءالله خیلی عالی، یعنی که شما معلم هم هستیم دیگه. بله هم میگم من معلم هستم، درس میدم امیر و پانتون درس میخونم. خیلی عالی، حالتا باید نرهی چنگ محصیلی مزرد. ماشاءالله دیر شا بیام منان از تست که با ما جوزه دیگه امراه شما صحبت داشته باشیم. اگر بر ما بگی چرا این کریر میگه شورا، به خاطر چی؟ جونده یو سورا زه مشکلی خود چلی تقریبا ده شهر چوالیس کلومتری که پروت کلی ده ده چه بارانو نوستی زمو ده کلی شاخوا یعنی جنوب شمال اوبه رازی شا ده ده غرو اوبه تا استعمال میگی نه ده غرو اوبه چرا سی بالا دلت ده کلی ده لکه کشتای گوندی شی نه پا ده خاطر ده شورا بایی یا شورا کلی یعنی دلت اوبه دیر رازی پا ده خاطر یعنی دلته استنادی کانولو نه نشته چې دا اوبه مثلا په کانولو کې تیر شي شه دغه سمزه کې شاوخوا اوبه واخلي بلا دې خطر کلته شورا بوي. درست است، یعنی شما همراه آب هم دیگه زیاد به عذاب هستید. بله اوس دلته د څانو د چاګ اوبه سره موږ ډېر مشکل لرو. تقریبا شه د اوبه ګل دلته تر 50 متر کښته ای چې معنا ډېر خلک ورسره په مشکل کې. یو غټ مشکل دی. نه زما منظور ما ای بود که مثلا شما گفتین که د اینجا آب زیاد میاد، این طرف هم کوه است، او طرف هم گفتین کوه است، همی آب داخل منطقه شما میاد، درسته؟ او ملتقه شاوخوا معنا شمال جنوب د کلی ګر سره دی لکه کشتۍ غوندې ده نه اوبه اکثر و د کوڅې له اوبه چې سیلونه راځي کوڅې له اوبه راځي دلته ډېر مشکل دغه دی که اوبه ډېر راځي. او اوبه ډېر راځي، استنادي کانولونه نشته، دولت موږ ته دی خاص متوجه شوی نه دی نه چې دلته کانولونه وب چې چا اوبه مثلا په کانالو کې تیرې شي نو دغه سې بس اوبه دغې په ځمکه راځي چې خلک ډېر ورسره په تکلیف کې. انشاءالله از پس متوجه میشه، چون حالا خودت میفهمی که امارت اسلامی همه جا کار میکنه، هر منطقه را آباد کرده آباد میکنه. انشاءالله به امید تو روزی که بخیر این آب هم دیگه از روی شما دیار بخوره دیگه به طرف شما نیاید. او انشاءالله. اگر به ما بگید چقدر نفوس خواهد داشت قریتان در کل؟ زموج کلی کوچه تقریبا شاید تا 3000 الی 4000 نفوس ولری. او په افغانستان کې د 40 کلنه جګړه زموږ ډیر وطنوال چې دی په ایران کې هلته مهاجر دی، نو شاید د موضوع شاید 2000 نفوس تللی وي، یعنی تر نیمایي یې ډیر نسته مهاجر دی تللی. یعنی نیمه از نفوس قریه فعلا مهاجر شده دیگه، خاطر این جنگ های 20 سال اخیر رفته مهاجرت کرده، مهاجر تللی ایران تا نور ولایتو تللی. درست است. فعلا شما در داخل از قریه خانه های هم داری که خالی باشه، کس داخل زندگی نکنه؟ چه وشته جیرشته کلش وشته خود دلته اکثر بیا د نور وایته نو هم سایګان راغلی د ژوند کېد. بیا به مهاجرین راغلی دي؟ او مهاجرین هم مثلا راغلی دي. مهاجرین زی باز بیا بل مهاجر بل مهاجر راځي مثلا زموږ د کلی خلک تلل ایران ته دا نور بل بل کول سوال وي د پښترو د ول سوال خلک بیا دلته راځي ځکه په اجاره نشي د خپل کشتو کار کوي. دیر شمنه نه. خب لالا جان، در هر منطقه که ما رفتیم یک غذای محلی مشهور داشت، غذای محلی خامخا هر مردم یک غذای محلی داره، همین غذا محلی شما چک زیاد سر زبان مردم شما باشه؟ زموږ د کلی خلک مثلا کومه غذا دی خوري؟ کوم محلی دی که مشهور هم وسی محلی وسی؟ زموږ په کلی کې دا خو نو مرکز دی نه، زموږ ارتباط ډیر د شهر سره دی نه، کومې غذاګانې چې په شهر کې استفاده کېږي هغه موږ هم ټولې استفاده کوو. دا خاص مخصوص غذا موږ نه لرو، ښه معنا د هرې غذا څخه استفاده کوو خورو. یعنی غذای خاص مشخص نیه که زیاد شهرت باشه؟ مردمان شهر همیشه گوشت میخورد دیگه، شما مردمان خان هستند دیگه، اکثر گوشت میخوردین؟ او انشالله خو مشکل کوشش کوو چه خدا را شکر این قدر اقتصاد خوب باشه. خب خودت مالداری هم داری، دامداری کدام کار میگی؟ بله مشکل
غوای دلته ساتو واښه چې اوس تاسو ولې مجري بله دلته غوای مو رانیولې د غوای ساتو مثلا چا دغه ډنګر غوای رانیسو بیا چاغو بیا ورسته خرڅو یعنی شما ګو میخرین لاغر میخرین ولا چاغه میکنین بازار خرج میکنین بس هم دست خپل کور اقتصادي ستونزې تفکور باندې سعید الحمدلله کوم قدر مصروف باشی که مصارف روزانه پیدا بشه شکر یعنی مش خپل خپل د ژوند څخه ډیر راضی و دختر پاک دیر شکر دهید چه مجرم دست جوان بیارم الحمدلی باز خیلی خوب است که شما هم درس میخونین هم درس میدین باز زیادتر مهم است که تمام بچه ها که داخل از کریس اونها رو درس میدین انشالله که اونم مثل شما هم تو زندگی خود خیلی خوب درست کنید انشالله از خیلی مخیمی هم یادوانه ده تو کرده چه للی دو دیدی کلی بچه هم تو مرز دکر رو ارکو اگه خیلی حالتا زدکرام که ام یاد میگیریم ام میاموزیم درست است تشکر از شما بیشتر از وقت شما نمیگیریم اگر کدام گفتنی دارید کدام پیامی به تمام جوانای افغانستان جوانای فرادر میفرم کنم در خدمت تان است زموش خصوصا در اسلامی امارات چقدا غشته نده چه زموش پکلی که سنادی شانزه جوره کده چه اندی مرکز که زموش کلی تا دولت نون رو توجه شوی نده چه دلتا مشته شانزه جوره که چیل موږ زده کړه تعلیم وکړو ان شاء الله په دې ملک به هر چاته د کار زمينه مساعد سره کما غوندې ته نو دوی کچیل بسواد د ماشومان لوین سي نو دوی بیا ایران ته ځي او پاکستان ته ځي په بل ملک به دوی کار کوي او بیا خپل اقتصادي چارې بدل ته پرمخ بیایي کچیل دوی زده کړه او تعلیم وکړي نو ان شاء الله دلی به دوی ته وظیفه دغسې یو خوشحاله اوسا ژوند به ولري نو موږ د اسلامي امارات څخه دا غوښتنه ده چې دلته موږ یو استنادي ښوونځی جوړ کړي ډېر ښه ډېر ښه و انشاءالله که حتما بعضی مشکل رسیدګي هم میشه فعلا انشاءالله امارات اسلامي کارا زیاد کړه د سال اخیر انشاءالله به امید ته روزی که خیر مکتب هم د اینجا آواز شوه انشاءالله دغه زموږ یوازنۍ غوښتنه هم دغه چې دلته یو ښوونځی جوړ شي انشاءالله تشکر از شما جان سلامت باشین بخیر باشین خب دوستان عزیز با من باشید میریم داخل کریه شادها رو میبینیم و دوباره برمیگردیم امروز باید یک برنامه‌ای به شما ثبت کنم که هم فارسی باشه هم پشتو دوستان عزیز در قریه آمدیم که تمام باشندگان این قریه پشتو میگه و من فارسی میگه باز هم سعی میکنیم تا یک برنامه زبان فارسی و پشتو رو گد کنیم بتونیم درست کنیم زبان پشتو یکم سخته هر چی کوشش میکنم یاد بگیرم به زودی یاد گرفته نمیشه ولی انشالله برای شما کار بده من حتما یاد میگیرم که هر رقم بشه چون بر من 100% لازم است بعض جا بریم که باید بتونیم صحبت کنیم حالا در کنار ما یکی از بازگرها یکی از دهاکین کریه شوراب استاد است و برنامه میگه که ما فارسی نمیفهمم ببینیم که چطوری با هم گفتگو خواهم داشتیم ای صاحب سلام جور و خیر صد جور و خیر سلامت باشی اگر اول خود معرفی کنی نام زیبا شما چی است شوراب استانم چیه من محمد عمر مننه استاد که مشتا از تشکر از شما که با مصاحبه امروز حاضر شدید اگر بگید سه کاروبار که کاروبار شده ایسه؟ بس داده کشاورزی بوده دا بزگری کاروبار بس یا از تا کار یو از داغه ده بزگری ده کشاورزی؟ مون بس داغه کار ده بله بس یه رخشگه کم لرو بله بس داغه بازار ده بازی وقت رو بله بس داغه مکار اشه بازار تزی مسافر روی و رزی؟ مسافر دو رو رو بس بازی وقت رو بده خاطر گرگک لری و گرگک اصلات سنگه ده ایسه بدلتا اصلات لری میوه یارانو کشاورزی نو دا نو که یه لش باغ ده و یه وانا پام و مثال دا کشاورزی هم لرو بسن استمیو مشهور نوم بچه ده کم میوه دیر مشهور دل
کم میوه مشهوره ده دلته نمدار ده دلته ولاه کدا سمیوه نست ده باغونه نست چې مشهور یې منه ده انار باغچه پر غداش باندې ساغه بیا من ده زقدر بیا شته ده داخل پوتن کې خوب هم نه وتر وسه بیا خل بیت سال سر زی په ده خون بالا بس صوت خود تو وس په ټول افغانستان کې زی داخل جمعي ده 100 متر او بل راځي وبن تقریبا تر 50 متر خو ساده وبو ګول دی وس شاید تر 50 متر ګول وبو ګول دی وره بیا روس مخ په یخون دره بیا وبو برابر یې مستان وس خو پمپک خو دلته آلت نست یا یا پمپک کار نه کوي خو پمپک نه وول سلوش متر وول دی معنا کار نه کوي چشما او جو هم هیڅ هیڅ نست یا یا هیڅ نست پر مخ باندې وڅې وی دی او بعد ټول دا چایان راځي نه مجبور کې 50 متر سل متر بعد وو وی برسته نو بالا وو بده بالا بس راپورت کیږي نو پس سید تاسو گفتم که برخلاف برنامه درست میکنیم ای صاحب استا آلت د خلق غزا مشهور شدی غزا محسن خود مشهور وسی تو ول خاک دا پیژن دیر شا نومدار غزا وسی غزا دا غنم پیژن شا خلق دا دیر پیژن و من یو غنم یا غزا دودیک یو اشکنه وای خاندروش چی شیدی دو تول تول خاک پیژن مشهور وسی په دکل کې بس مې دا شوروا ده و دا نور شوروا خو دا سرمایدار خلق دی نه دا دا خو بیا دې کچالو اسکره دا یا مثال دی دا برکه دا دا یو وګی اسکره دا استا وطنی غزا چی شیدی کو وطنی وسی وطنی خو نه دا وسو دا بنجر دی و ترشاخ دی و دا کچالو دی بس دغه شان دی بل نه دغه سیان خو بیزی په طول فرار راواج دغه دی اون اوس دغه بعد ځایم ولر سو بای خلک وای مش خاموش نه پویګم خانتریش خروم بعض خلک وای چپاتو خروم په دې خاطر جام ز فکر کوم ته توش هم یو غزا محلی لري الته اون دا خو ستا و یو وخت مثال غم په خیر من خانتریش په خیر دا ماش پروا باندې مثال ماش سره خو له پاتې په خیر دا خوریش با مرا خو دا لا غسان سره په خیر جو استعمالي جو بالا سعید یوسف ان نو پم دلتا اصل لري کیا ان نو کوور وزر سی خو اصل لري چې ور وزر سی کوور نه وزر سی خو نه ني لري نو بالا خبر تو خپل سو جریب اسمک لري یا رزق خپل خو دلته خو دغه یو ګل نه لري ما دغه ز اصل خو له شوان ما شش د سی د شوان کلی هو د شوان کلی ما دغه نو دغه می اجاره کړی ده بالا بازله تر سره استا کور وس چیرې دی نه کور وس پدا ما خمه پدا کلا کې ده پدا شورا کې ده په شور په شمال شیوان کنه ده الته ده وو دی دلته په شورا کې ده وو په شورا کې ده وو اسره دلته تاسو مهاجری دی وو وو دا مهاجر په سو کال کې دلته راغلی یا را تقریبا دا 15 لس کال یا 14 لس کال دغه 15 لس کال دلته راغلی تاسو هم زمک نه لري یا تر اوسه خلانځه کوم ده سعید علام روان است شکر از شما جسه بخش کوه از ما پښتم دیر شنه ده به رقم کې ان شاء الله موږ هم کوشش کوو چې پښه ذکر او تم تخترم یه ساوه که فرسی ذکر ده دوار جوه ده ملی جوه ده نه تا طول خلق ده فرض ده مش مجبور که داد یا پشتو دیر سخته او پس نو سخته پویگم یا پشتوش نپویگم دمر سخته هرچم کوشش کنم نسوام که شوام پشتو دیر سخته جمهور خوب مسافرین نده کاری نه مثال یاد یران تبلاش یا بر خارج تبلاش زده اخو بالا دلت پدا افغانستان که بیا پراکی بالا بیا چندین پشتی هم نسته دلت خود نده خاص کم پشتی ها کم ده خود پشتوی دیر ده سل فساد دغه منطقه تحصیل لري منطقه فرق لري او زموږ منطقه ټول خلک فارسي وای په دا خاطر ما زبان فارسي ده نسوم بل ژبه خبر وکړ سو هم یو لیک خبر کوي شنه راځي سید یوسف مننه بس بلاست نه که کوم پښتنه لري به فرما کوم راست په خدمت کې یا نور پښتنه خو نه سره نه لري بنه سید یوسف مننه دوستان عزیز امیدوارم که از برنامه لذت ببرید با من باشید میریم داخل کریا شادهار میبینیم و دوباره برمیگردیم دوستان عزیز در بازار قریه شوراب هستیم
و شما میتونم به تصویر میبینیم اگر نمیبینیم که نوجوانان عزیز از ما یک استقبال خیلی گرم میکردن و کنار ما یکی از جوانان کلیه شورا بس میبینیم که چه مصیفیه داره و او فارسی هم نمیفهمم. من فارسی میگم و پشتو میگم ببینیم که چرا کم میشه. لاجان شایی بخیر صحت شده؟ بخیر روز شده. سلامت باشی. من به تو فارسی میگم، تو به هر زمان کرایت هستی بگو، مشکل نیست. خب اگر خود خود معرفی کنی نام زیبای شما. نمی عبدال بسیر ده. سه کار بار که بسی جان دلده؟ دست دکان کن، دکان داری کن. یو کار سه کار فقط دکان داری ده بلی سه کار نداری؟ خوز خود دکان داری ده بل کار دلت دکه چی که وابا رسی با مشکشت نشتن که خوز وابا نست. دکان داری. چند وقت میشه خودت دکاندار هستی؟ 15 سال کیش. 5 سال میشه که کاروبار تو دکانداری است. درآمد چطور است؟ این درآمد خوب است. مرشد بس گزاره پکیش. خدا را شکر که گزاره وسید. تو جایم گزارم باشه، من خیلی زیاد است نه. جوانان شما ده اینج بیشتر مصرف دکانداری است، تاثیر است. چه مصرفیت داره بیشترش؟ زخفله. یا است طول جوانان با امم سه کاروبار کی زبان. خدا دې چې زبانان اکثر خوش دی کارګر کی. کارګری کې نو ډیر کم دي چې دوی سواد لري، درس وايي، هغه ډیر کم تر اوسه خدای زمينه نو برابر اوس خو الحمدلله د زمينه څنګه برابر سوي ده چې اوس کسبنجر هم په درس شروع کړی دی، درس وايي کزبانان هم خو اوس څنګه چې دی په درس کې ضعیف دي. داسې ډیر دوستان عزیز چیدم بعد یادآوری کنم که در دوران جمهوریت این مردم زیاد به شهر نمیتونست بیای. الحمدلله فعلا این تو آزادی هست که میگه که مدرسه هم زیاد شده، حالا جوان ها پیرا و همگی مشغول درس خواندن هستن. خب بیشتر جوان ها شما اینجا مدرسه میره از مکتب کردنی؟ مدرسه تا هم زیاد شده، وست قدلت شده مدرسه دقیقه زیاد سبکار میده کشنیان. نو مکتب تا بست نو هم ستا وسته، مخ خونو وست دلتا مکتب هم سوی سوی دا کشنیان و اغا مخ زبانان چیدی مثال کدماسین چیدی هرکی دیر چیدی بی سواده دی. سواد ډیر دا کشران چې دی اوس نو هم دیني درس وایم سره درس ډیر شته. زما 15 تخ پر مجاهد یا مجاهد خونه ولی زه چې کوم په ظاهري کې مجلک مجاهد معلمي جي در کوم درش سنت برابر لنګي دي اوس یو عدل ته باندې دلته ټول خلک مجاهد نه دي نګر کوم خدای خود زکه چې دغه طریقې چې ده نو دا چې د سنت طریقې ده نو بل بس خلک شوه د مجاهد کني مجاهدین طریقې خدای غو خو نو اوس دا چې د نبی علی السلام او دغه صحابو طریقې ده بل خلک چې استاد دي شوه د مجاهد خو خپل مجاهد نه زیر شدیر شد. خیلی خوب است دوستان عزیز، واقعا این مردم یک فرهنگ خیلی عالی داره، یعنی هر کس ببینین خوشت میاد ریز و نگاه کنی ریش ببینی خیلی خوب است، منگیتو داره، یعنی واقعا یک سال مجاهدی داره. من زیاد خوش آمد منان برور زم پشتو یکم ضعیف هستم دیگه، در حال آموزش هستم، بخیر در آینده خیلی نزدیک که کم غشتن لالی بفرما کام در خدمت دی. نو غشتن مداده چی دا کم دقیق چی دی چی مرس زورت لرو نه مرس دیر زورت لرو دقیق د وبو سره ډیر مشکل لرونه دا مو غوښتنه ده چې کوم کسان چې دغه ویډیو یا مثال دغه تصویر ګوري نو ټول دا چې په غوښتنه بیا خصوصا فرق ډیر چې دی د وبو سره مشکلاتونه ډیر لري. د ستا سره هم ستاسو هم ډیر مننه چې ته په فارسی ډیر په پښتو ډیر نه ورته فارسی نه ورته بیا هم سناته ګپ سره وکړه. خب دوستان عزیز به من باشید، داخل کره میریم شات ها رو میبینیم و دوباره برمیگردیم. تشکر از شما که تا آخر این گزارش با من همراه بودید. خب دوستان عزیز این بود قریه شوراب، فهمیدیم چرا این قریه را شوراب میگه و مردم این قریه هم آشنا شدیم. ما امیدوارم که از برنامه لذت کافی رو برده باشیم. تا برنامه بعدی که یا قریه سنگزور خواهد بود یا به ولسوالی جوین خواهیم رفتیم، شما را بالله یکتا میسپاریم.